جناب عمادی، واقعا سپاسگزارم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. ایام عید و تحویل سال نو هست و در این ایام میشه یعنی از این موقعیت استفاده کرد، یک نگاهی به رویدادهای سال 93 در ایران انداخت، با نیم نگاهی به این اخبار سال 93 میشه دریافت که اقتصاد و روابط اقتصادی رول تعیین کننده ای در تحلیل ها ایفا میکنه، اما هر تغییر و اصلاح اقتصادی هم خودش جدا از اینکه از شفافیت و اراده باید لازمه که در موردش وجود داشته باشه، بسیار مهم هم است که با نرم های اجتماعی پیوند خورده باشه. از این دید پایبندی به اخلاق مدنی و سیاست روشن نقش بسیار مهمی ایفا میکنه. برای بررسی رویدادهای سال 93 از صاحب نظران مختلف دعوت کردیم، از جمله شما که صاحب نظر اقتصادی و تحلیلگر اقتصادی هستین که نظراتتون رو با ما در میون بذارید و به رویدادهای سال گذشته نگاهی بیندازید. بفرمایید. من به تمام هممیهنان میخواستم نوروز شاد باش بگم. این زمانیه که همه ما دلمون برای همه تنگ میشه، در درون ایران برای همدیگه و ما هم برای تمامی ایرانی های درون. این پیش گفتاری که شما گذاشته جونیس دو تا مسئله رو به نظر من روی ذره‌بین میذاره برای تمام ما. یکی این که آیا اصلاحات اقتصادی، بهبودی های اقتصادی در 12 ماه پیش به اون اندازه بود که میتونست باشه؟ این خیلی مهمه. یعنی آیا پتانسیل یا سقف این انتظارات ما نه که برسیم ولی نزدیک شدیم به اونها؟ و دو این که اگر نه، خب برای سال آتی ما چه کار میتونیم بکنیم؟ این دوتا ما باید یادآوری کنیم به خودمون که ما میتونیم در یک کشور، این چه کشور، چه ایران باشه، چه ترکیه باشه، چه بریتانیا باشه، میتونیم بهترین مدیران رو سر کار بذاریم، ولی اگر سیستم مدیریت ناکارا باشه یا سیستم مدیریت بد باشه، مدیران خوب بعد از یک مدتی از کار آمدی میفتن یا جای خودشون رو به مدیرانی میدن که همسویی و همسازی میکنن با مدیریت بعد، مدیریت غیر شفاف، مدیریت کدر. در ایران الان اتفاقی که داره میفته اینه که با دولت جدید یک طرز تفکر جدیدی اومده. من تصور میکنم این طرز تفکر رو من یک مقداری افق رو بزرگتر نگاه کنم، این حتی از دولت که خارج بشین نهادهای فرادولتی، این است خود آقای خامنه‌ای و مشاوران آقای خامنه‌ای، حتی من میرم به طرف بنیادهای مذهبی و غیر انتفاعی، اینها هم الان تقریبا همه یک پیام روش دارن کار میکنن و اون اینه که فساد در ایران نهادینه شده. و این فساد که نهادینه شده، این که نه که تمام نهادها فساد فاسد هستن، اون اتفاقا هزینه کوچکشه، بلکه در تمامی بدنه اجتماع این فساد ریشه دوانده. ما فقط این روابط اقتصادی نیست، داد و ستدهای سیاسی، اجتماعی، رفتارهای فرد به فرد، فرد به دولت و همینطور، یعنی این گستردگی این بی‌اندازه نگران کننده است. و در این چارچوب من اول اون پاسخ پرسش اول رو میدم که آیا دولت تونست به سقف پتانسیل نزدیک بشه، اون سقف امکانات تغییر؟ به نظر من نه. گام‌های خیلی خوب برداشته شده ولی ما همه میدونیم که مقاومت های خیلی سنگینی در مقابل دولت است، در دو راستا. یکی این که دولت هنوز خیلی از آمارهای اقتصادی مربوط به درآمدهای نفت در دسترسش نیست. دولتی که در حقیقت ما در یک، اگر میخوای، در یک اتاق گذاشتیم ولی چراغ خاموش کردیم، حالا میگیم با این خاموشی چراغ شما بیاید این شکاف های دیوار رو درست کنید، برخکشی تاجه بکنید. این بسیار کار مشکلیه برای اینکه دولت واقعا نمیبینه تمام تصویر رو.
و اینجا دفاع دولت نیست، یک واقعیته. ما مشابه اینو در روسیه هم در زمان آقای یلسین داشتیم، در آلبانی هم در 1996 داشتیم و اونجا هم دشواری ها گسترده تر شد تا شفافیت ایجاد شد لااقل در آلبانی. دوم پرس، بخش دوم این پرسش اینه که اگر دولت گام های خوبی برداشته، چه اقداماتی، چه تغییراتی در سیستم خودش میتونه بده که در 12 ماه آینده کارآمدی بهتر باشه. من تصور میکنم زمانی رسیدیم که دولت مستقیم خودشو پیوند بزنه به مردم، از نظر این در دید منه، حالا مسائل سیاسی درون من هیچ وقت نفهمیدم و خوب هم بلد نیستم، اما گزارش ماهانه یا خود آقای مثلا روحانی یا معاونی که مسئول مسائل اقتصادی به مردم بده گزارش پیشرفت که ما این در این بخش ها پیشرفت ها خوب بوده، رضایت بخش بوده، در این بخش ها ما پیشرفت کم بوده یا حتی پسرفت بوده، ولی چرا؟ این یک سرمایه خیلی عظیمی در اختیار دولت و به نظر من نهادهای فرادولتی، من اینجا حالا میتونم که این خودش خیلی باعث خواهد شد که لنگ کفشای متعددی اول به شما امیدوارم ولی بعدا باقی ماندهش به من میاد، ولی خود آقای خامنه‌ای که الان روی این مسئله بازسازی اقتصاد و شفافیت اقتصاد و مالیات دادن نهادها، اینها رو ما فراموش نکنیم که آقای خامنه‌ای همراهی کرد و این در حقیقت دو مسئله نشون میده. یکی اینکه خود آقای خامنه‌ای، مشاوران آقای خامنه‌ای، این واقعا من باید بگم از مشاورین شروع میشه این انتقال به اصطلاح این پیام، عمق این دشواری ها رو دیدن و دیگه اون گزارش هایی که همه چیز به به چه چه است نرفت به دفتر آقای خامنه‌ای، و دوم اینکه آقای خامنه‌ای اینجا احساس کردن که این چند دستگی، این شکاف ها در مدیریت کشور رو بسیار صدمه زده، ما رو واقعا تا لب پرتگاه اقتصادی برده. در این راستا من فکر میکنم ایجاد یک این پیوند ماهانه یا هر 3 ماه یک بار که با شفافیت کامل، یعنی دولت باید اینجا اون نقشی که از ببینید ما چطور رفتار میکنیم، از شما هم یک همچین رفتار رو اشتباه کنید، جاهایی که وزرا یا مسئولین نتونستن خوب کار کنن هیچ اشکال نداره، این نشانه بدی دولت نیست، اتفاقا این نشانه سلامت دولته که میاد گزارش ها رو میده میگه این بخش ما خوب کار نکردیم ولی داریم روش کار میکنیم، دولت هم داره یاد میگیره، مهمی یادگیری دولت هم فراموش نکنیم. در این راستا من فکر میکنم جاهایی که دولت تونسته خوب کار بکنه در این زمان، کنترل مدیریت تورم بوده، پایین آوردن تورم و آهسته کردن، نه متوقف کردن، آهسته کردن رشد نرخ بیکاری. ما هنوز بیکاری در کشور ما یک بحران خیلی خیلی خطرناکه با توجه به جوان بودن نیروی کار ما، و این دو مسئله رو خیلی خوب تونسته کار کنه. بخشای دولت نتونسته به اون اندازه که لااقل من امیدشو داشتم کار رو پیش ببره و اون بخشا بازسازی و انرژی دادن به رشد بخش خصوصی واقعی، نه بخش خصوصی که من یا یونیفرم یا لباس دیگه هم بیارم در میارم میگم خب من الان بازرگانم یا مدیر صنعتی هستم، واقعا بخش خصوصی که ریسکا رو میپذیره، در مقابل ریسک انتظار سود داره، وقتی سود هم میبره تشویق میشه و از اون سود مالیات هم میده، خزانه کشور اتکاش به نفت کمتر میشه، تمامی اینها یک حلقه زنجیر مثبت هستن. در این راستا به نظر من یا در چشم من دولت اون اندازه که میتونسته این دستاورد نداشته. ما بخش خصوصی هنوز بسیار بسیار کم کوشش هستن و اینها به خاطر ریسک و ریزیه، هنوز پایان بازی معلوم نیست که آیا این اگر میخوای تغییری که در مدیریت شده به سوی مدیریت شفاف و سازندگی اقتصاد آیا یک چیز پایدار خواهد بود، یا اینکه وسط این گروه هایی که ما میدونیم در این چند ساله درآمدهای عجیب غریب انباشته کردن به صورت ثروت، اینها میان بازی رو به هم میزنن، حالا یا زیر هر پوششی میتونه باشه. در 12 ماه آینده اگر این بازسازی و ارتقاء روابط دولت با مردم در نقش مردم
صاحب اختیار کشور هستند، صاحب کشور هستند. ما مأمور این مردم هستیم که کشور رو بسازیم و کشور رو به سوی شکوفایی، توسعه، خودکفایی ببریم. اگر این واقعا دولت این رو نشون بده در این رفتار که این حالت از بالا نگاه کردن نیست، بلکه چشم در چشم ولی به صورت پاسخ‌دهی هست، من تصور میکنم 12 ماه آینده 12 ماه خیلی خوبی خواهد بود برای اقتصاد ایران. در نهایت این رو من با این پاراگراف تموم کنم که اگر خب سالها من دهه ها که تدریس میکردم آخر تمام صحبت ها اینه که نمره چی باید باشه. من تصور میکنم که با یک کمی شاید سختگیری اینجا اگر من بخوام چیز کنم، اینجا دولت اگر برگردم به دوره دبیرستان خودمون که از 20 ما نمره میدادیم در مدیریت اقتصادی دولت، من 15 میدم به دولت و 15 نمره بدی نیست، ولی خب من دانشجوهای خودم که نمره 15 میگرفتم همیشه باشون چپ نگاه میکردم که در حتی این چپ رو من اینجا به دولت نگاه میکنم ولی نمره بدی هم نیست. ولی خب این برای ما همگون یادآوری میکنه که دولت هنوز زنجیرهای خیلی سنگینی به گردن این دولت هست. این واقعیته که من یک بار چند وقت پیش، چند ماه پیش، در یکی از مسئولین بریتانیا گفتم در دولت ایران بودن الان چیزیه که من هیچ خواستار اون برای هیچ کس نیستم که شما در اینجا، چون کشوری که اینقدر صدمه دیده، حالا شما آورید اینقدر کار رو دستش گذاشتید، چراغ هم خاموش کردید، بگید حالا برید این شکاف ها رو درست کنید. به هر حال شاید من این بد نباشه آخرین جمله من از قرض بگیرم از بهروز بیات که من خوشبین هستم به 12 ماه آینده. راستی خوشبین هستم حتی بدون این که بدونیم نتیجه این مذاکرات چه خواهد بود، آیا توافق واقعا به سرعت خواهد اومد یا دو مرتبه ما در چالش. من حتی در اون سناریو هم به آینده 12 ماه آینده ایران خوشبین هستم و خوشبین هست این چیزی که در 12 ماه پیش بودم. واقعا مرسی از اینکه نظراتتون رو با ما در میان گذاشتی. آخرین سوال اینه که با توجه به ارتباطات گسترده‌ای که شما به عنوان مشاور اتحادیه اروپا داشتید، مشاور اقتصادی، فکر میکنید که سال گذشته ایران تونسته انتظارات اروپا رو، خصوصا غرب رو به طور عمومی، برآورده بکنه که بشه بر اساس اون خوشبین‌تر هم بود نسبت به آینده؟ بله، اینجا شاید من بگم اونجا یک مقدار پشت دست دولت زدم، من اینجا من باید بگم نمره دولت بسیار بالاتره. یک بازسازی زیرپایه‌ای شده در ارتباط با اروپا و الان از 7 ماه پیش با امریکا که اون نظری که به ایران بود که یک کشور تخریب خواه، هزینه افزا، ریسک دوست و خواهان ایجاد تنش در هر جا که دستش میده، اون واقعا عوض شده. به جز دو کشور در اروپا که اونها حالا کنار میگذارم من، ولی اگر شما در آلمان نگاه کنید، در امریکا نگاه کنید، در ایتالیا نگاه کنید، در بریتانیا نگاه کنید، نظر این شده که در ایران یک دوره جدیدی از نگاه به روابط خارجی و روابط با کشورهای جهان هست که بر پایه همکاری، شفاف کردن روابط، هم در چارچوب انتظارات، هم در چارچوب تحویل دادن انتظارات طرف مقابل. و این واقعیتیه که من میدونم هیچ کس در ایران خوشش نخواهد اومد اینو من بگم، ولی ما این رو اگر 36 سال رو گیر کنیم، در این 36 سال شاید کمتر از 6 سال یا 5 سال یک همچین دیدی به طرف ایران بوده که ایران داره به طرف شفافیت میره و به طرف قابل اطمینان شدن به عنوان یک مرکز اطمینان و یک مرکز ایجاد امنیت در منطقه و در غرب آسیا و در جنوب اروپا، مرزهای جنوبی. در این راستا من میتونم بگم که نمره دولت بسیار خوب بوده.